با درود فراوان خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نگاه روز خوشحالیم که یک برنامه دیگر همراه ما هستید موضوع امروز برنامه ما دختر آبی با شعله های سرخ انقلاب مرگ سهر خدایاری به راستی آتشی شد بر پیکر حکومت اسلامی واکنش علیه این رخداد جهانی شد و خشم مردم را در سراسر سر جهان برانگیخت با این تراژدی دلخراش جامعه چه برخوردی می کند و رژیم اسلامی در چه شرایطی قرار می گیرد. در همین رابطه با کازم نیکخا یکی از رهبران حزب کمونیست کارگری گفتگوی خواهیم داشت. کازم نیکخا ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر می کنم با درود به شما و همه بینندگان عزیز. ممنون. خبرگزاری قوه قضایی صدور حکم شش ماه حبس برای سهر خدایاری را ناسحیح خواند و علی متحری گفت فرد غیر مسئولی در دادگاه به سحر خدایاری گفته به شش ماه حبس محکوم شده ای چه این روی کردی از طرف حکومت, حکومت به خاطر چیست؟ به هر اجازه بدین تسلیت بگم به خانواده سهر خدایاری و همه مردم به خاطر این تراجدی دردناکی که یا جنایت دردناکی که صورت گرفته واکنش حکومتی ها دلیلش روشنه این جامعه تکون خورد اعتراضات وسیع مردم به خشم اومدن و اشکال مختلف دارن ابراز نفرتشون رو از قوانین جمهوری اسلامی که جوانان رو مردم رو دختران رو پسران رو از ابتدایی ترین خواستاشون محروم میکنه ابراز میکنن وزیر این فشار هاست که قوه قضاییه جنایتکار جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلسش صداشون در اومده که یه جوری از ترس و وحشتشون هست از این فضایی که میتونه به جاهای خطرناکی برای حکومت برسه اینجا راضی کننده است مردم چه واکنشی بیشتری باید از خودشون نشون بدن تا شایسته احترام به سهر خدایاری باشن ببینید راضی کننده فکر میکنم نه من نه شما نه هیچ کدوم از بخشی از مردم به چیز کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی راضی نمیشن وقتی یه دختر جوان اینچنین به قتل میرسه عملاً که مسبب جمهوری اسلامی است مثل مورد ستار بهشتی هست اینه که تو شکنجگاه به قتل میرسه خب مردم من انتظاری که دارن چیزی که میخوان سرنگونی این حکومت خلاص شدن از شر این حکومت و محاکمه کسانی است که مسبب این جنایت هستند در مورد خیلی از جنایات اینطوری ولی ما نباید خودمون رو سرزنش کنیم ما نباید مردم رو سرزنش کنیم جامعه داره اعتراض میکنه به اشکال مختلفی معلمان پرستاران کارگران بازنشستگان دانشجویان زنان و هر روز تو جامعه داره اعتراض صورت میگیره علیه چپاول علیه جنایت علیه زندان علیه دستگیری فعالین کارگری معلمان و بخشهای دیگه زنان و این اعتراضات فکر میکنم جامعه ایران امروز جامعه ای است که نمونه نداره از زاویه ابعاد اعتراض فضای ملتهب و آگاهی که به منافعشون مردم دارن به حقوقشون دارن و از این نظر میخوام بگم که ما باید بدونیم که این جامعه داره میجنگه داره میجنگه و به درجه زیادی جمهوری اسلامی رو عقب رونده ولی خب جمهوری اسلامی هنوز سر پاس و بعضی مردم از این نظر خودشون رو سرزنش میکنن که چرا نتونستیم تا حالا سرنگونش کنیم به هر حال میخوام بگم که واقعیت اجتماعی اینه که اعتراض وجود داره ولی جامعه قانونمندی های خودش رو داره یه جایی ببینید بو عزیزی تو تونس خودسوزی کرد یه چیز شبیه همین خودسوزی سحر خدایاری عزیز و خودسوزی بو عزیزی تونس باعث شد که مردم بریزن بیرون جامعه گر بگیره حکومت دیکتاتوری بن علی رو به زیر بکشن خب تو این جامعه هم یک روز این اتفاق میفته ولی میخوام میگم اونطور اینجوری نیست که جامعه ساکته ما 88 رو داشتیم میلیونی مردم اومدن مرگ بر دیکتاتور سر دادن 96 داشتیم و همونطور که گفتم هر روز اعتراض بازنشستگان اعتراض دانشجویان اعتراضات کارگران و بخش های مختلف رو داریم و یک جایی دردیدی نداشته باشین که این اعتراضات به اصطلاح به یک انقلاب برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی منجر میشه و به نظر من دور نخواهد بود یه همچه اتفاقی ورود زنان به ورزشگاه باید به رژیم تحمیل بشه به این منظور در داخلی و بین المللی چه کار می شود که انجام داد؟ کارهای مختلفی میشه کرد برحال وقت یک یه مقدار چه به تو داخل ایران حجوم استودیوها توسط پسران و دختران بعد اعتراض کردن فضای مدیای اجتماعی رو به ابراز نفرت و انزجار و اعتراض علیه جمهوری اسلامی تبدیل کردن اینها نمونه است و در این حال به اصطلاح فشار آوردن رو حکومتیان تو رسان تو وسط خیابون اعتراضات خیابانی جمع شدن و در این به علاوه گرامی داشت یاد سهر خدایاری الان خیلی جا یاد سهر گرامی داشته میشه اینها رو میشه گسترش داد تو شهرهای مختلفی مراکز یادبود سهر خدایاری برگزار شده باید به اینا پیوست و وسیعا این رو مورد حمایت قرار داد گل ببریم سر اون مراکزی که مرکز یادبود هست شهرهای مختلف این کار بکنیم پنجا تا شهر ست تا شهر و کاری بکنیم که همه جا جمهوری اسلامی نفرت مردم رو از خودش به خاطر سهر خدایاری به خاطر قتل سهر خدایاری و قوانین کثیفی که به این جنایت منجر شده ببینه زیر فشار قرار بگیره مدافعینش مزدورانش و همشون این رو میشه گسترش داد و من فکر کنم که میشه جمهوری اسلامی رو عقب روند در گرامی داشت یاد سهر خدایاری در همه شهرهای ایران چه میشود کرد و اهمیت این گرامی داشت از نظر سیاسی چیه؟ در واقع توضیح که دادم تو همین رابطه بود همطور که گفتم تو شهرهای مختلفی گرامی داشته یاد سهر خدایاری برگزار شده داره برگزار میشه و باید کاری بکنیم که این یک جنبش اعتراضی تبدیل بشه یک جنبش عمومی تبدیل بشه شهرهای بیشتری رو در بر بگیره بریم شرکت کنیم شعر بخونیم اعتراض کنیم حرفمون رو بزنیم خواستامون رو بگیم و برحال جنب و جوش و اعتراض و فضای اعتراض باید کل جامعه رو بگیره و قطعا اینطوری خواهد شد فضایی که من میبینم الان خیلی جاها این جنب و جوش این اعتراض این ابراز خشم نسبت به حکومت و اینکه حق و حقوق مردم چی هست اومده وسط صحنه و فشارش رو رو جمهوری اسلامی گذاشته و به همین دلیل همون که شما اشاره کردین نمایندگان و نمیدونم خود قوه قضایی جمهوری اسلامی که این چنین احکام شنی رو صادر میکنه اینها هم صداشون در اومده و نشون میده که میشه جمهوری اسلامی زیر فشار قرار داد نشون میده که این اعتراضات تاثیرات مستقیمی داره رو حکومت و این رو ما باید ببینیم و برای این اساس این اعتراضات رو گسترش بدیم کازم نیکخواه ممنون از همراهیتون در برنامه امروز ما تشکر میکنم عزیزان به پایین یکی دیگر از مجموع برنامه های نگاه روز رسیدیم خوشحالیم که همراه ما بودید به همراه همکارم پوریا پس پسند اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنیم